والا دقیقا بله، جز کسایی که تو این ساختمان بودم، لحظات خیلی تلخی بود و هیچ موقع دوست ندارم تکرار بشه، چون واقعا خیلی سخت بهم گذشت. کسایی رو دیدم، آتشنشانای عزیز دیدم که جلوی چشم رفتن بالا و دیگه بر نگشتن. صبح بود، ما اومدیم برای زیارت عاشورا طبق روال همیشه که پنجشنبه زیارت عاشورا داشتیم. ما پلاسکو مشغول دعا بودیم اینا، که تقریبا امتداد زیارت عاشورا بود که ما صدای از بالا شنیدیم. بعد یکی دو تا بچه‌ها مراجعه کردن به بالا، گفتیم چیه چجوریه، گفت چیز خاصی نیست. که مجدد یه دقایقی بعدش دیدیم صدا اومد که حریق اتفاق افتاد، آتیش گرفته، بیایید بالا کمک. که من بلافاصله دویدم توی اون سالونی که زیارت عاشورا داشت برگزار میشد، که داد زدم همه بلند شید بریم بالا، آتیش گرفته، برای کمک. که بلافاصله مراسم به حساب که تموم شده بود رفتیم بالا برای کمک. و که دقایقی بعدش که دیگه حالا به نیروی آتش‌نشانی خبر دادن، اینا رسیدن و اکیپی اومد بالا و که برای اطفاء حریق. متاسفانه وعد وعید زیاد به ما دادن، خیلی از آقایون اومدن شرکت کردن، فیلم گرفتن، مصاحبه کردن، دلداری دادن به ما. ولی تو این چند سال به نوعی بگم ماها فقط خودمون کسبه همدیگر رو داشتیم. متاسفانه از این ور اونور حمایتی نشدیم، خیلی سختی ها کشیدیم. ما به حساب بدهی هایی که بعد از ریزش پلاسکو برامون ایجاد شد، خیلی از بچه های ما حتی دیگه قادر به کار کردن دیگه نبودن بعد قضیه ریزش پلاسکو، چون سرمایه اولیشون از دست داده بودن. و حالا الان هلوش تقریبا یک سال خورده ای که خیلی قوت گرفت. قریب حدود 60 هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. عزیزان زیادی رو ما از دست دادیم اینجا، چه در زمان فرو ریزش و چه بعد از اون. متاسفانه در زمان آتش سوزی هم کسانی که اومدن به جنگ نابرابر با آتش، آتشنشانان خودمون، شیراهنکوه مردایی بودن که متاسفانه با دست خالی رفتن به جنگ آتش و دیگه بر نگشتن. این نتیجه ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری ما رو میرسونه، به خصوص شهرداری ما رو. در پاساژ نور هستیم، متاسفانه رونقی هم نداره پاساژ نور، اونقدری که باید رونق داشته باشه رونق نداره. اونجا بانک پارسیان اومد گفت آقا ما این کارا رو میکنیم، این کارا رو میکنیم. اولین کسی که زیر قولش زد همین بانک پارسیان بود. انتظار داشتیم روزای اول که همه اومدن به ما دلگرمی میدادن، از تمام رئیس رؤسا همه قوا اومدن، خیلی خوب پشتیبانی کردن. ولی متاسفانه بعد از یه مدتی تقریبا میشه گفت پلاسکو گروگان یه ده شد. حالا من نمیخوام مسئله رو زیاد باز کنم، واقعا گروگان گرفتن. هر کسی میخواست یه تبلیغاتی بکنه، اصلا خبر نداشت تو پلاسکو چه اتفاقی میفته، ساخته میشه، ساخته نمیشه. یه مصاحبه میکرد، یه خودش رو نشون میداد. و متاسفانه چند تا گروه هایی هم بودن که حالا من اسم نمیبرم، ولی واقعا گروگان در گرفته بودن اینو. باعث میشد که این کارها عقب بیفته. ساختمانی که در عرض 2 سال قول داده بودن به ما، 4 سال الان داره طول میکشه. این لطماتی که برای ما ایجاد شد، خب بعد از اون هم که خب نامشخص بود که پلاسکو در چه وضعیتی قرار میگیره. باور کنید 2 سال ما در حالت برزخ کامل بودیم. مسئولین حوزه‌های مختلف نمیتونستن با هم در واقع تصمیم سازی بکنن. بزرگتر معضل ما در واقع این هست که ما در تصمیم سازی، تصمیم‌های به موقع دچار مشکل و معضل هستیم. این چیزیه که واقعا در همه حوزه‌ها باید بهش توجه بکنیم. مسئولین شهری، دولتی، ارگان‌های مختلف، خیلی ها دلشون می‌خواست کمک بکنن. من باور دارم خیلی ها قولایی که دادن می‌خواستن انجام بشه، ولی خب نیاز داشت که حوزه‌های دیگه هم همکاری بکنن. اینه که خیلی ها در واقع در این گیرودار مشکلات براشون در واقع اجازه نمی‌داد این اتفاق بیفته. خود ما هم بعد از این حادثه که فکر می‌کنم 2 سال پیش تقریبا مشخص شد که پلاسکو در این پلان ساخته خواهد شد، یه امیدواری پیدا کردیم. ولی هر روز همکاران من پیگیر بودن پروژه پلاسکو. همونطوری که مستحضر هستید، بعد از سال 95 که دچار حادثه آتش سوزی شد، از مهر ماه سال 97 تقریبا بازسازی اون کلید خورد که با شروع تخریب و جمع‌آوری آثار باقی مانده از اون دوران و فونداسیون اون انجام شد. خب متعاقبا طرح، یا در واقع همزمان با این قضیه، طرح بازسازی اون در یه ابعاد وسیع‌تری در واقع به نظر می اومد پیش بینی شده بود که قطعا بعد به خواست کسبه
مربوطه این شد که روی همون فضای قبلی بازسازی بشه. برج شمالی البته خوبم به اصرار کسبی مربوطه با هماهنگی بنیاد توسط خودشون بازسازی شد و تقریبا حدوداً 3-4 ماه پیش بود که به کسبی اون تحویل داده شد. پروژه پلاسکو تا مرحله فونداسیون که تقریبا حدود دیر ماه سال گذشته تموم شد، اینها کار اسکلت شروع شد از تقریبا مرداد ماه سال 98 و خدا را شکر تا الان که ما در خدمت شما هستیم حدودا 85% پیشرفت فیزیکی داره. این تقریبا میشه گفت که بالاخره پروژه‌ای با این ابعاد که حدودا 20000 متر مربع فضای زیربنا داره در کل با مشاعاتش و در 20 طبقه انجام میشه که 5 طبقه زیر زمینه، 15 طبقه هم روی زمین و یه هلیپد هم در بالا هست. این پروژه شاید بالغ بر 3300 تن در واقع اسکلت فلزی در واقع داشته که با آخرین طراحی های محاسبات فنی و زلزله ای انجام شد و الان کلیه طبقات تقریبا واحدها شکل گرفته و کارهای سرامیک کف ساختمان‌ها تقریبا جز دو طبقه وسط که درگیر تداخل تأمین مصالح و باربری اینها بوده انجام شده. این طبقه هم کف و سنگ‌های دیوارها تقریبا همون تموم شده. یه مقداری خرده کاری‌های رو سیستم سرویس‌های بهداشتیش باقی مونده به اضافه برخی از در واقع طبقاتی که به دلایل بعداً تغییرات درخواست کسبه انجام شد، مثل طبقات 14 هست و طبقه منفی 1 و همکف. اینها در واقع انشالله هم امید هست که به سرعت کارش پیش بره. من امیدوارم تا پایان سال تقریبا پروژه بخش عمدش در حدی که بشه در واقع واحدها را شکل بدیم برسه. الحمدلله داره روزهای آخرش رو میگذرونه، ولی خب واقعا سخت بود، خیلی مشکل بود. پروژه‌ای که بنا بود به گفته همه آقایون با تعهداتی که در استانداری دادن 2 سال تموم بشه، متاسفانه 4 سال طول کشید و هزینه این 4 سال، یعنی این 2 سال اضافه یا همه اون 4 سال رو خب کسبه دادن. روزش واقعا سخته. شاید شما تصورتون مشکل باشه یه روزی که تمام دارایی شما شده صفر و تمام بدهکارید و هی زمان براتون چقدر طول میکشه، شاید چند برابره یه آدم معمولی که از کنار خیابون استانبول رد شده و دیده این ساختمون داره ساخته میشه، چندین برابر بر ما گذشته و این هزینه رو ما دادیم. متاسفانه مقدماتش یه مقدار طولانی شد و تا بالاخره استارتش خورد. از زمانی که استارتش خورد تو این 2 سال نسبتا سرعت خوبی داشت و با توجه به اتفاقاتی که افتاد، یعنی خود کرونا و در صورت محدوده شهری که ما اینجا هستیم، منطقه 12 یه سری معذوراتی داره و در سال 99 هم انصافا قیمت ها چند برابر شد، هزینه پیمانکار و اینها، بالاخره بنیاد به اون در واقع قولی که به ما داد رو قسمت اولش رو انجام داد و توی این 2 سال تقریبا کار رو به اینجا رسونده. ساختمان پلاسکو درست شدنش یک بحثه، بهره برداری کسبه از اون محلهایی که داشتن یه بحث دیگه. امیدواریم در این تیکه آخر هم به همین خوبی مالک عمل بکنه و کسبه ما خیالشون راحت باشه که مغازه‌شون رو تحویل میگیرن و میرن اونجا و کارشون رو شروع میکنن، چون واقعا تعیین تکلیف باید بشه و این فضای روانی برایشون سخته. در صورت پلاسکو درست شده، امیدوارم که بحث تحویل هم به همین خوبی که مالک تا الان اومده انجام بده.